بسم الله الرحمن الرحیم با تبریک ایام با سعادت ماه مبارک رجب که خب هم ماه دعاست و هم ماه توسل و هم ماه میلادها امروز میلاد امام پنجم حضرت باقر العلوم علیه السلام بعدم در این ماه ما میلاد امام جواد رو داریم میلاد امام حادی رو داریم میلاد مولای ما امیر المؤمنین رو داریم و همچنین به سطح پیامبر عظیم و شعن اسلام ماه ماه پربرکت همونی که بعد از همه نمازهای این ماه میخونیم و میگیم اعتنی به مسئلت یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الآخره وصرف عنی به مسئلت یاک جمیع شر دنیا و شر الآخره و حال همه شرور انشاءالله از ملت ما از مسلمان ها دفع بشه و همه خیرات و برکات بر مردم عزیز ما و همه مردم جهان نازل بشه انشالله در این ماه پربرکت در آغاز این ماه هم دعایی هست که میگه اهل له علینا بالامن والایمان و سلامت والاسلام در کنار ایمان امنیت رو ذکر میکنه و در کنار اسلام سلامت و تندرستی رو ذکر میکنه این هم اهمیتی است که اسلام هم به, اهمی... به امنیت میده و هم اهمیتی که به مسئله سلامت میده انشاءالله امیدواریم این ماه بر همه مردم ما مبارک باشه ضمن اینکه از همه روزهای ویژه این ماه باید استفاده بکنیم انشاءالله همه پرتکل های بهداشتی رو هم مراعات بکنیم که تو بشه هر دو هم سواب اون ایام و عدیه و دعاها و هم ثواب اجرای پرتکل های بهداشتی خب ما امروز تقریبا یک سال از ورود کرونا به کشور ما گذشته حالا اگر قمری حساب کنیم که یک سال هم بیشتره چون اواخر ماه جمادی الثانی پارسال بود که این ویروس مورد شناسایی قرار گرفت و اگر شمسی هم حساب کنیم خیلی نزدیک به هر حال پایان هفته است و ما میرسیم به سال روز روزی که با این معزل ما مواجه شدیم خب همه دنیا هیچ که فکر نمیکرد در دنیا یعنی نه آلمان ما پیش بینی می یا همچون چیزی فکر میکردند از پاندمی اصلا عبور کردن فکر می یا همچون حوادثی دیگه پیش نمیاد با پیشرفتی که بهداش انجام داده با آگاهی که به مردم دادند اصلا تصور این که مواجه میشن با یک مصیبت بزرگی که در طول قرن تقریبا بی سابقه بوده بعد از 100 سال دو ما مواجه با این مشکل کسی تصور نمی کرد و فکرم نمی کردن یک پاندمی باشه که همه عاجزشن یعنی پولدار و فقیر و ابرقدرت و اونایی که در علم و دانش خیلی پیشرفته هستند و اونایی که به فکر هستن که ایام تفریحیشون رو مردم رو مردم پولدارشونه بفرستن در کرات دیگر و تنوع براشون ایجاد کنند و دنبال این بودن که کروات دیگر رو تصرف بکنن و ببینن کجا شرایط حیات وجود داره اصلا برن اونجا زندگی کنن و این همه تحولاتی که در دنیا تو این یک قرن گذشته مخصوصا ما شاهد بودیم دنیای دیجیتالی و دنیای ربات ها و هوش مصنوعی و فکر نمیکردن یه دفعه در قرن جدید قرن بیستی یکم مواجه با این مشکل و معضل بسیار بزرگ شدن که از پایان 2019 تقریبا شروع شد و آغاز شد و هنوز هم در گیر این بیماری هستیم میلیون ها نفر دهها میلیون نفر گرفتار این بیماری شدند و صدها هزار نفر جان باختند در این بیماری و هر روز هم به شکل جدیدی این بوت این بوت ایار ظاهر میشه دیگه هر روزی یه شکلی داره و به هر حال جهش های خاصی رو ما داریم از این ویروس مشاهده میکنیم خب همه آرزوها این بود که بشر بتونه به دارو برسه خیلی داروهایی هم رفتن دنبالش به دست آوردند و گفتن این داروها بسیار مؤثر و در بازار قیمتهای بسیار گذافی پیدا کرد و در نهایت معلوم شد که هیچ یک از این داروهایی که اعلام میشه و استفاده میشه درمان دقیق و واقعی نیست حالا ممکنه یه تاثیراتی داشته باشه ولی به هر حال بشر تا امروز نتونسته در طول بیش از یک سال درمانی رو برای این بیماری پیدا بکنه امیدها همه رفت در پی واکسن که خب بشر بتونه بره واکسن مورد نیازش رو به دست بیاره همه هم می که دوران تهیه واکسن با شیش ماه و یک سال امکان پذیر نیست واکسن دو سال، چهار سال، پنج سال، گاهی ده سال زمان می بره تا به یک نقطه کاملا مطلوب برسه آثارش رو همه ببینن حال نقایصش برطرف بکنند خب ناچار شدند راه استرار رو انتخاب بکنند و واکسن رو در طول مدت کمتر از یک سال مجوز تزریق عمومی رو بدن که خب این از سر ناچاری بود یعنی چاره ای نبود چون مرگ و میر زیاد شده بود چاره ای نبود از این واکسن داره استفاده میشه در این که این واکسن چقدر مؤثر هست هنوز کامل روشن نیست آمار و ارقام های مختلفی ذکر میشه در این که این واکسن تا چه مدت ایمنی رو ایجاد میکنه سه ماه شش ماه یک سال این هم هنوز کاملا روشن نیست در این که کدام واکسن که از شیوه های مختلف این واکسن ها استفاده شده کدام یکی کاملا موثرتر هنوز هم این داستان کامل روشن نیست و در این که آیا این واکسن ها مؤثر خواهد بود در برابر جهش های جدید این بیماری یا این جهش ها این واکسن رو پشت سر میگذرونه این هم باز هنوز کاملا روشن نیست پس در واکسن هم ما مسائل فراوانی هنوز داریم ولی چاره ای نیست جز اینکه به سمت واکسن برن دنیا هم به سمت واکسن رفته ما هم به همین صورت واکسنسیون آغاز کردیم انشالله ادامه میدیم به ترتیب و اولویتی که در همین ستاد به تصویب رسیده طبق همون انشالله اجرا و عمل خواهد شد به هر حال این تقابل علم و دانش و تجربه بشری در برابر این ویروس همچنان ادامه داره حالا کی علم موفق شه و این ویروس رو به زانو در بیاره به طور کامل برای ما کاملا روشن نیست ولی خب تجربه تاریخ بشر نشون داده که در نهایت بشر پیروز میشه و موفق میشه اما یک واقعیت هم برای همه روشن شد که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا دانش بشر هر چم که پیشرفت بکنه در برابر علمی که باید حاصل بشه در این جهان باز هم مقدار اندک و کمی هست که نمیشه گفت که به همه علوم و دانش ها ما دست یافتیم پس چاره چیه چاره همچنان مراعات تمام دستورالعمل های بهداشتی است یعنی همونایی که یه سال پیش گفته میشد همونا تکرار میشه راه دیگه نداریم یعنی همون شستن دست تکرار میشه مسئله ماس تکرار میشه فاصله تکرار میشه فاصله گذاری ها ترددها باید به حداقل کاهش پیدا کنه تجمعات باید کم بشه همه اون توصیه ها راه اصلی هست هنوز هم تا رسیدن به مرحله ای که مرحله عبور از این بیماری باشه خب کار دیگری که باید انجام داد واکسیناسیونه که این کار رو هم ما شروع کردیم و ادامه میدیم این به هر حال کمک میکنه به این مسئله که ما بتونیم جامعه رو و همچنین افراد رو ایمنسازی بکنیم هم از مرگ و میر کاهش بدیم و هم زنجیره رو قطع بکنیم امروز در جلسه ما باز هم تأکید شد که مراقبت نسبت به ورودی ها از خارج به داخل مخصوصا کشورهایی که با ویروس های جدید آلوده هستند باز هم باید دقت بیشتری بشه باز هم باید با تلاش بیشتر حالا یک کسی خوشش میاد بدش میاد به حال این مقررات رو به طور کامل صدا و سیمای ما باید اعلام کنه روزنامه های ما باید اعلام بکنن هواپیمایی های ما باید در خارج ابلاغ کنن اعلام کنن تکرار بکنن هر کس وارد کشور میشه باید قانون و مقرراتی که اینجا وجود داره چه برای تست چه برای قرنطینه به طور کامل باید مراعات بکنن این موردی نیست که قابل گذشت باشه چون مسئله جان میلیونها انسان در میانه شناسایی زود هنگام حالا مخصوصا نسبت به ویروس جهشیافته یافته خیلی ضرورت داره که ما هر سریعتر بشناسیم به هر حال یه فردی که وارد میشه در یه استان در یه شهرستان فرماندارش بخشدارش مسئول مراقبت بهداشتیش، بسیجش، همه باید مراقبت بکنن که افراد جدیدی که از خارج آمدن با یک مراقبت بیشتری حواسمون جمع باشه و اگر کسی آلوده شده بلا فاصله مسئله قرنطینه و مسئله مقرراتی که در این زمینه وجود داره ما اعمال بکنیم اینها هم مسائلی نیست که قابل گذشت باشه و همه دست به دست هم بدیم برای جلوگیری از خیز چهارم حال ما نزدیک عید نوروزیم ایام برای مردم اهمیت داره هم برای کسب و کار هم برای خرید و فروش هم برای نظافت منزل ها هم برای سفر و اگر میخواهیم ایده بسیار خوبی داشته باشیم انشاءالله از حالا باید شروع کنیم از حالا باید مراقبت کنیم اگر مراقبت ها از امروز شروع نشه خب متاسفانه امروز هم اعلام شد که ما وضعیت قرمز هفته پیش نداشتیم هفته قبلش هم وضعیت قرمز نبود وضعیت نارنجی و زرد و اکثرا آبی بود امروز متاسفانه باز دیدیم که یه استان ما برخی از شهرستانهاش قرمز شده در خوزستان شهرهای دیگری هست استانهای دیگری ما داریم که اونا هم زرد بودن نارنجی شدن این یک اعلام خطره برای همه ما این به معنای اینی که حرکت به سمت جهش چهارمه پس همه باید مراقبت کنیم جلو این کار رو بگیریم وارد موج چهارم و خیز چهارم ما نشیم انشالله و شرایط رو بگونه باشه که این شرایط رو ما مهار بکنیم و بدونیم که به هر حال حتی اگر واکسیناسیون به طور بسیار فراوان هم انجام بگیره همه تجهیزات هم آماده باشه هنوز هم باید تا یک سال دیگر حواسمون جمع باشه مراقبت بکنیم و اصل اینه که ما سبک زندگی رو بر نگردونیم به گذشته این یک سال یه سبک زندگی جدیدی رو آغاز کردیم این سبک جدید زندگی رو باید حداقل تا یک سال دیگه ادامه بدیم و این ماه که ماه مبارک ماه بعدی خب ماه عروسی هاست معمولا خیلی باید مراقبت بکنن که خدای ناکرده این مجالس تبدیل نشه به مجالس عزا مجالس عروسی و اید و همه مراقبت بکنن فاصله ها رو مراقبت بکنن و همه اصول بهداشتی رو مورد مراعات خودشون قرار بدن که انشالله ما بتونیم پایان سال روزهای خوبی رو برای مردم داشته باشیم و آغاز سال 1400 سال مناسبتری از 1399 باشه که خب در طول این سال ما گرفتار این بیماری بودیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته